بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و اواله والمستشهدين بين يديه. همطور که ملت عزیز میدونند، انتخاب همکاران در کابینه یکی از دشوارترین و سنگینترین مراحل کار رئیس جمهور هست. از بین همه خوبان برگزیدن و یک گروه هماهنگ برای خدمتگذاری به مردم تشکیل دادن کار نسبتاً مشکلی است. بیش از یک ماهی که یک کار فشرده و سنگین و تقریباً شبانه روزی در نهاد ریاست جمهوری با کمک جمع کثیری از صاحب نظران و همکاران و دلسوزان ادامه داره. در واقع شروع کار با یک دولت جدید بخش مهمی از توان رئیس جمهور رو به خودش جلب خواهد کرد. مشورت‌های بسیار گسترده انجام شد، اعلان شد، نمایندگان محترم به گروه‌های صاحب نظر، به نخبگان، به اعضای خود دولت، به بدنه دولت افراد فراوانی معرفی شدند. یک کار فشرده‌ای انجام گرفت و در حال انجام برای شناسایی، ارزیابی و گفتگو. قبل از اون ما یک ارزیابی دقیقی داشتیم از شرایط کشور، نیازهای کشور. خیلی روشنه که با انتخابات دهم ما به یک دوران جدیدی وارد شدیم. این دوره جدید شرایط خودش رو داره، اقتضاعات خودش رو داره، مسئولیت‌ها و مأموریت‌های جدیدی علاوه بر مأموریت‌های مستمر بر عهده دولت و مجموعه قوای خادم کشور آمد. ما باید آرایش گروه خدمتگزار در دولت رو متناسب با این شرایط و اقتضاعات مجدداً تنظیم بکنیم. البته دولت نهم دوران سختی رو پشت سر گذاشت، خدمات فراوانی رو ارائه داد. من همینجا مجدداً از همه همکاران عزیزم در دولت صمیمانه تشکر میکنم. البته شرایط به طور کامل عوض شده و به طور طبیعی شاکله دولت دچار تغییرات قابل توجه خواهد شد. این به معنای اون نیست که خدمات نادیده گرفته شده است یا عزیزانی که در دولت نهم بودن و امروز نیستن ناکارآمد هستند یا دچار نقصی هستند. خیر، اینطور نیست. عزیزانی هستند بسیار دلسوز، متعهد، کارآمد، اما بالاخره یک گروهی، یک تیمی در یک صحنه یه جور باید آرایش داده بشود، در یک صحنه دیگری آرایش تیمی باید عوض بشه. ما وارد صحنه جدیدی شدیم، هم در داخل و هم در عرصه بین الملل، و کارها و مأموریت‌های پیچیده‌تر و سنگین‌تری امروز بر عهده دولت هست. باید آرایش بدیم برای پاسخگویی به این نیاز. معیارهایی که در نظر گرفته شده متعدد هست. البته سرفصل اونها عبارت است از سه عنوان: صلاحیت‌های اخلاقی و تعهدی. بالاخره کسانی که میخوان وارد دولت بشن انسان‌های پاک، انسان‌های صمیمی، پاکدست، مردمی، دلسوز، متخلق به ارزش‌ها و اخلاق اسلامی و انسانی، پایبند به ارزش‌های الهی و آرمانی ملت ایران. این ویژگی اولی که خب باید ما ارزیابی بکنیم. ویژگی دوم کارآمدی است. کسانی که میان داخل دولت باید آشنا به حوزه کاری باشن، کارآمد باشن، توانمند باشن، بتوانن مسئولیت خودشون رو انشالله به نحو مناسبی ایفا کنن. اما یک ویژگی سومی لازمه در دولت، اون هم همگرایی و روحیه همکاری است. مجموعه دولت یک تن واحده. همه اعضای دولت در برابر کل تصمیمات کابینه مسئولن. این در واقع دولت یه هویتی جدا از تک تک وزرا داره. همکاری و هماهنگی و تعامل سازنده در دولت یک اصل جدی است. ممکنه در یک پستی، در یک جایگاهی در دولت افراد قوی تری باشن، اما تعامل اونها، روحیه همگرایی اونها در حد نفری نباشه که یک مقدار در کارآمدی درجه پایین تری داره، اما همگرایی او اون ضعف رو میپوشونه و